خنک آن دم که نشینیم به ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. آن زمانی که درآییم به بستان من و تو، مه خود را بنماییم به دیشان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق، خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو. درود بر شما عزیزان بیننده. با سرما چه کار میکنین؟ سالم و تندرست و ما امیدواریم در کنار خانوادتون با خودتون شاد و خوشحال باشین. و اما برنامه این هفته ما، این هفته باز پاره دیگری از سمینار سراسری سالانه تشکل‌های زنان و زنان دیگر و همجنسگرای ایرانی که در ماه ژانویه در هانوفر برگزار شد برای شما پخش میشه. امروز روز دوم سمینار که گوشه‌هایی از سخنرانی سرور صاحبی و نیلوفر شیبمهره میبینیم. بین برنامه موزیک ویدیو داریم. پایان بخش برنامه ها گزیده هایی از رویدادهای سیاسی ایران و جهان خواهد بود. تا دیداری دیگر. با سلام به همگی. زنیست از جنس اندیشه و تلاش، حس و شعر در متن اندوهی بزرگ که چرایی هستی را میکاود، چرایی زبان زنانه را جراحی میکند. کنشگریست که با چالش و صبر رویای گفتگوی زنان را دارد. او خواهان فرهنگی از آن زنان است، پوییدن و شدن در بستر ژرف زبان. نشسته کنار من، نامش سرور صاحبی است. من خیلی خوشحالم که شما تشریف آوردین. خیلی ممنون از دوستان خودم که قبول کردن من اینجا سخنرانی داشته باشم. صحبتی رو که من میخوام بکنم اسمش هست، یعنی عنوانش هست، رابطه زبان با اندیشه و جنسیت. تمرکزم بیشتر روی زبانه و جنسیت پیش از هر چیز. در ظاهر به نظر میرسد که این درون مایه رابطه زبان با اندیشه و جنسیت بسیار کلی است، اما من بر این باورم که برای حرکت و جنبش زنان و دگرگون کردن گفتمان مسلط مردانه و تک جنسیتی، مونوسکسوئل، مرد انسان، دانستن این رابطه و اندیشیدن به مفاهیم آن مهم است. چرا این عنوان را برگزیدم؟ یک رویداد سبب شد که من این درون مایه را برای سخنرانیم برگزینم. سخن همیشگی پاره ای از زنان در سمینارهای گذشته که چرا مردان نمیتوانند در این نشست‌ها و سمینارهای سالانه شرکت کنند. می توان پاسخهای گوناگونی به این پرسش داد. من می خواهم از دیدگاه زبان و اندیشه این پاسخ را بیان کنم. مبنای اندیشه من تجربه های زنانه و درگیری های نظری با قواعد، شیوه ها و مفاهیم فلسفی، سنتی و پدرسالاری است. در این حال معتقدم در تئوری فمینیستی زن توی گیومه مقوله جهانی و فراگیر است که همچنین تفاوت های گوناگون زنان را در بر میگیرد. بعد این زن تو گیومه رو توضیح میدم. چون من به نام زن در گیومه ترانس ها و همجنسگراها از سوی زبان و اندیشه و گفتمان تک جنسیتی متعین و تعریف شده ایم. این اندیشه بر جهان و جامعه ما با تمام ابزارهایی که دارد مسلط است.
تعین من کجاست؟ چگونه میتوانم در این دستگاه نظری حاکم اختلال ایجاد کنم یا ما اختلال ایجاد کنیم و چگونه میتوانیم هویت خود را بیان کنیم؟ ابتدا برای باز کردن بحث دریافت خود رو نسبت به مقوله های زیر بیان خواهم کرد: جنسیت، زبان، اندیشه، گفتمان. سپس نگاهی گذرا به نظریه های موجود فلسفی در این رابطه خواهم پرداخت و در پایان یافتن راههایی که ما را قادر سازد که در این زبان و اندیشه مسلط تک جنسیتی اختلال ایجاد کنیم. الف، جنسیت. مجموعه آثار ایجاد شده در بدن، رفتار، روابط اجتماعی به واسطه کاربرد سیاست و قدرت. این معناش از نظر من. همان گونه که می‌دانید ما همواره این سخن سیمون دوبوار را در رابطه با جنسیت می‌گوییم که ما زن زاده نمی‌شویم بلکه از ما زن ساخته می‌شود. اما چگونه این امر اتفاق می‌افتد؟ از راه زبان. تعین جنسیت به سان نتیجه اجتماعی شدن تنها از راه زبان روی می‌دهد. جنسیت خود با گفتن و بیان جنسیت شکل می‌گیرد و به طور کلی منشأ شکل‌گیری مفهوم جنسیت در زبان را می‌توان قراردادی، زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی و فرهنگی دانست. بدین معنا تمام آنچه که با هویت جنسیتی و جنسی در رابطه است داده طبیعت نیست، بلکه ظهور و تولید یک شالوده سازی فرهنگی و اجتماعی است که زبان در آن نقش اساسی را بازی می کند و امروزه جنسیت بیشتر امری مبتنی بر بی‌نظمی است تا یک اصل نظم یافته و نمیتوان مرز دقیقی بین همجنسگرایی و ناهمجنسگرایی کشید و این ادعای کهن که بدن مردانه و زنانه پایه طبیعی جنسیت است نفی میشود. زبان به معنای انسانی آن، یعنی دستگاهی نظام یافته از علائم قراردادی، اگر ما زبان نمی آموختیم از فعالیت‌های عالی ذهن بی بهره بودیم. در چه زبان است که نظام اجتماعی را شکل می‌دهد و تاریخ تنها در زبان و جامعه ممکن می‌گردد. زبان نه تنها تجربه را بازتاب می‌دهد بلکه تعیین کننده نیز هست و تصورات ذهنی و جزئیات جهان را به ما تحمیل می‌کند و تنها ابزار بازآفرینی ذهنی به نشانه‌های صوتی نیست، بلکه سازنده ایده‌های ذهنی نیز می‌باشد. اگر جامعه‌ای روشی از پیش شکل یافته‌ای را برای بیان مفهومی مشخص نداشته باشد، اعضای آن جامعه مفهوم مورد نظر خود را به سان پاره از دانش قابل دسترس درباره جهان در ذهن خود ندارند. در حقیقت ما دنیا را از دریچه زبانمان درک می‌کنیم. از نگاه من لحظه مشخص ظهور وجود، یعنی اگزیست، هستی، چه زن چه مرد و چه چیزایی که در دوروبر ما قرار داره، زمانی اتفاق می‌افتد که امکان نامیدن و دلالت بخشیدن در زبان صورت میپذیرد. خدا گفت روشنایی شود و روشنایی شد و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید در کتاب مقدس، به این گونه که معناها با احساس مواجه شوند و اینجاست با آفرینش نام خود به نام زن روبرو میشویم و ما از سوی اندیشه و زبان مرد سالار از این روز زن شدیم و با مشخصه هایی که در طول تاریخ شاهد آن هستیم. به همین جد من زن رو تو گیومه میذارم. از این رو بدن ما به سان زن بی وجود و هستی ما در تجربه معنا و زبان هست، بی آنکه ما در هستیش نقش داشته باشیم، چرا که این بدن از پیش در شبکه زبان تک جنسیتی گرفتار شده است. بیان بدن ما آنگونه که مرد خواهانش است خلق شده. احساسش، میل جنسیش، اجراگریش، اجراگری یعنی نقشهایی که اندیشه پدر مرد سالار به اون تعیین بخشیده و واژگانی که به کار میبرد. از نوشته‌های ادبی گرفته تا نقاشی‌ها و فیلم‌ها، همه و همه این بدن را با نگاه مردانه نشان میدهند و بیان میکنند. اساس این آفرینش کجاست؟ چه چیزی این جایگاه بدن زنانه را محدود و مشخص می‌کند؟ آیا بدن یا بدن جنسی شده بنیادی پابرجاست که بر روی آن جنسیت و نظام‌های تمایل جنسی اجباری عمل می‌کند؟
یا این خود بدن است که به وسیله نیروهای سیاسی با علایق راهبردی شکل می‌گیرد و بدن را با نشانه‌های جنسی محدود و متشکل می‌کند. از منظر من زبان است. با یاری زبان است که ما به خاطر علایق مردان مورد استثمار آنان قرار گرفته ایم. نیرو، وقت، توانایی، تصورات خود را از یک زندگی درخور به روی خواسته های جنس مذکر متمرکز کردیم و زندگی فردی خود را فراموش کردیم. آنگاه چگونه است که پاره از زنان میگویند چرا مردان نمیتوانند در این سمینارها را شرکت کنند؟ برای اینکه ما نمیخواهیم سرکوب هر روزه را دوباره باز تولید کنیم. خود ما به سان زن هنوز آثار این اندیشه و زبان را در خود داریم و تلاش میکنیم با نقد آن دنیای خود را بسازیم. هویت مرد با این ساختار آمیخته است. تمام منافعش در این مناسبات موجود است. تازه اگر بخواهد هویت خود را نقد کند، در انجمنها و گروه‌های مردانه میتواند به نقد خود بپردازد. خب من چه نتیجه از این سخنان میخواهم بگیرم؟ چرا آن را با شما در میان گذاشتم؟ الف، آن گرچه من زن از این زبانی که مرا ساختار بندی کرده بیرون نیستم. دیروز دوست عزیز جوانی اومد این حرف رو زد. اما هیچ منی به زبانی که این من را ممکن ساخته محکوم نیست. یعنی ما میتوانیم این تغییر را در هویت خود از طریق زبان ایجاد کنیم. دو، ما طبیعی نیستیم. ما میگیم طبیعی مثل طبیعت به معنایی که در ذهنمان از طبیعی هست. طبیعی نیستیم چون زبان و اندیشه داریم. همه چیز در جامعه انسانی ساخته شده. زبان و اندیشه از طریق ما ساخته شده. ما نمیتوانیم خودمان را با حیوانات مقایسه کنیم. به ویژه در روابط جنس و جنسیت. چون ما از راه زبان ساخته شدیم. فکر میکنیم، میسازیم، تغییر ایجاد میکنیم. سه. و خود این امر سبب میشود که ما تفاوت را اصل بدانیم. نه یک شکل بودن را. تمام اشکال جنس و جنسیت را برابر با هم ببینیم. با حفظ تفاوت‌ها. من با ترانسکچوال تفاوت دارم. اما من برتر از اون نیستم و برای اون نمیتوانم تعیین تکلیف کنم. یعنی من به عنوان دگر جنسگرا، منی که میگم. مفهوم سلطه در این رابطه، حالا هر منی که هیچ کدوم با هم متفاوت نیستم. تفاوت دارن ولی نمیتونم برای هم تعیین تکلیف کنم. برتر نیستم. مفهوم سلطه در این رابطه یه مقدار متزلزل میشه برای اینکه اگر درونش یه حقانیتی به این گونه باشه که من درستر هستم پس حق دارم، جنس و جنسیت من هنجار است و دیگری نیست، در حقیقت اینجا مورد شک قرار میگیره. چرا؟ من جنس و جنسیت همه یه جورم. هیچ کس نمیتونه با جنسیت خودش بر دیگری سلطه داشته باشه یا بگه برتری. هیچ چیزی مطلق و غیر قابل تغییر نیست جز من. گذشتم همه تن چشم شدم خیرته خیرته دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم یادم آمد که شبی با هم ازم کوچه گذشتیم پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ساعتی بر لب آن جو نشستیم تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهات من همه محو تماشای نگاهات آسمان صاف و شب آرام برخندان و زمان را شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شبا هم
آفرین آه نظر کن آب آینه عشق گذران است تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است باش فردا که دلت با دگران است تو فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن گفتم حذر از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم 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 نیلوفر شیدمر شاعر و نویسنده مستقل ساکن ونکوور کانادا است کتاب شعر انگلیسی او شیرین و مرد نمکی در سال 2009 کاندید بهترین کتاب شعر در غرب کانادا شد کتاب دوم شعر انگلیسی او در سال 2013 به چاپ خواهد رسید. او کتاب شعری به فارسی به نام دو نیلوفر بعد و قبل مهاجرت انتشارات فروغ در سال 2009 دارد. نیلوفر همچنین مترجم رمان آبی ترین چشم اثر خانم تونی موریسون به فارسی است که توسط نشر ویرستار در سال 1997 در تهران به چاپ رسید. در ابتدا از برگزار کنندگان سمینار زنان سراسری زنان در هانوفر که امسال میزبان ما هستن از صمیم دل سپاسگزاری میکنم که به من این فرصت رو دادن که اینجا باشم و با هم دیگه گفتگوی خوبی داشته باشیم و همچنین از حضور همه دوستان و زنان محترم خوشحال و خوش میبن. قبل از اینکه کارم رو شروع کنم که عنوان صحبت گفتگوی امروز من هست از اتاقی از آن خود تا میدان بیانی از آن خود از کجا تا کجای امکانی برای ادبیات زنان این رو باید بگم که این کار مشترکی هستش از من و خانم دیگه که در آمریکا ساکن هستن و اسم مصدرشون آتوسا ساد هست خانم آتوسا ساد دانشجوی دکترا کاندیدای دکترا در ادبیات انگلیسی هستن و متاسفانه به خاطر اینکه اونجا تحصیل میکنن و نمیتونن از آمریکا خارج بشن نتونستن حضور داشته باشن من از ایشون خواستم که در مورد تحقیق و گردآوری مسائل به من کمک کنن و ما همکاری بسیار خوبی داشتیم و آتوسا این اسم مستعار رو اینم شاید جالب باشه براتون گرفته ابتدا خودش آتوسا اچ نامگذاری کرده و در رادیو زمانه و رادیو کوچه هم الان می نویسه کسایی که حالا جنس ما میگیم که در واقع جنس بیولوژیک زن دارن بتونن بنویسن چه امکاناتی احتیاج هست در صورتی که الان شرایط ما به شکلی هستش که اگر من این پاراگراف رو برای شما بخونم که ادبیات مکتوب برای قرن‌های طولانی عرصه مردان تلقی می‌شد. آموزش و به طور اخص آموزش ادبی مختص مردان بود و حتی مطالعه نیز برای زنان نامناسب محسوب می‌شد. بعد از رنسانس و به خصوص در عصر روشنگری رمان به عنوان یک گونه ادبی جدید رواج یافت. با وجود آن که رمان در قرن 18 عرصه زنان تلقی می‌شد، در قرن 19 رمان نویسی نیز مانند سایر عرصه‌های هنری به عنوان حوزه مردانه تعریف شد. حالا این اولش وقتی که میگه که حتی آموزش و پرورش در واقع مختص مردان بوده که این نمونه های این رو ما حتی امروز هم میبینیم دختر افغانی به نام ملاله که به خاطر سواد آموزی و خواندن نوشتن برای بهش حمله میشه و مصیبت برش پیش میاد. الان ما تو جهانی زندگی میکنیم میگیم جهان پست مدرن. به نظر من کسایی که حتی تو ایران یا هر جای دنیا هم هستن در این محیط یا جهان شرایط پست مدرن زندگی میکنن شرایط پست مدرن از یک جهت شرایطیه که خیلی چیزهای ناهمگون و متضاد میتونن که در جهان در کنار هم حضور دارن قرن‌های گذشته یعنی از زمانی که صنعت چاپ به وجود اومده قرن 16 15 16 میلادی که در واقع نوشتن و نوشتار به شکل عمومی توزیع شده
این عمل نوشتن و نوشتار امکانش برای زنان نبوده و مردان بیشتر می نوشتن، مختص مردان بوده. اول جزء متن‌های اولیه که نوشته میشه در سال 1929 یعنی قرن بیستم ویرجینیا وولف می‌نویسه و از اینجا شروع کنم اتاقی به نام خود میاد تو اینجا مطرح میکنه که زنان چه چیزهایی رو احتیاج دارن که بتونن بنویسن یا کسی که زنه. یکی من به این مسئله میپردازم که چه شرایطی رو کسایی که حالا جامعه بهشون میگه زن به خاطر اندام تناسلیشون یا چیزهای دیگه چه امکانات رو احتیاج دارن که بتونن بنویسن. دوم سوالی که اگه وقت بشه مورد پرسش قرار میدیم این هستش که نوشتار زنانه که میگن چیه و آیا این با نوشتار مردانه متفاوته و اگر هست شاخص های عمده این تفاوت کدوم ها هستن. و سومین چیز این هستش که ویرجینیا وولف که گفته اتاقی از آن خود، این از آن خود به چه معناست در رابطه با زنان و یا نوشتار زنانه. در این متن اتاقی از آن خود خانم وولف مطرح کرده این اتاق رو اول به مثابه استطاعت و استقلال مالی گرفته، دوم خلوت لازم برای نوشتن هست، به خصوص که در اون زمان مخصوصا زمان ادبیات ویکتوریا زنها خب جای در واقع نداشتن که جایی برای خودشون که بتونن خلوت لازم برای نوشتن داشته باشن. و سوم اون فراغت لازمی هستش که شما نیاز داری که بتونی بنویسی و اینها رو این امکانات رو مردان داشتن و اونها رو قادر می‌ساخته بنویسن، اینها رو زنان نداشتن. و هنوز هم با اینکه ما در عصر پست مدرن هستیم و من میگم که ناهمگونی‌های زیادی وجود داره، از زنان بسیاری میتونم بگم بیشتر زنان دنیا این امکانات اصلی رو ندارن. یه چیزی که ما احتیاج داریم که به وجود بیاریم در واقع تبار زنانه هست که این امکان رو به ما میده. احتیاج داریم که بیام یه شبکه‌ای به وجود بیاریم. حالا همین الان این چیزی هم که جمعی هم که اینجا وجود داره بیام به هر حال از همدیگه حمایت کنیم. با درود، من کامران شریف‌پور شما را در جریان گزیده اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. به چند خبر فرهنگی از هانوفر توجه فرمایید. نمایشگاه کتاب در کتابخانه ایرانیان در فاوست پنج شنبه 28 فوریه ساعت 17. این نمایشگاه عرضه کننده مجموعه ای از کتاب‌های جدید در زمینه‌های گوناگون می‌باشد که تکمیل کننده و رونق بخش کتابخانه ایرانیان است. نمایشی کمدی از منوچهر نامور آزاد در خانه کارگاه. شما کی هستید آقای فردین نام نمایشنامه است که شنبه هفته آینده 23 فوریه از ساعت 19 در خانه کارگاه اجرا خواهد شد. ورودی 5 یورو خواهد بود. تجمع اعتراضی هماهنگ کنندگان تومار 30,000 نفری کارگران. 10 نفر از امضا کنندگان تومار 30,000 نفری کارگران سه‌شنبه 30 بهمن ماه با تجمع در وزارت کار با مسئولین این وزارتخانه دیدار کردند. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود 50 نفر از کارگران کارخانه‌های مختلف تهران که در جمع آوری تومار 30,000 نفری کارگران همکاری داشتند، به همراه هماهنگ کنندگان این تومار از ساعت 10 صبح سه‌شنبه 30 بهمن ماه در محل وزارت کار در خیابان آزادی دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند. این کارگران در حالی دست به این اقدام زدند که استانداری تهران از صدور مجوز برپایی تجمع خیابانی کارگری در روز 28 بهمن ماه در مقابل وزارت کار خودداری کرد و به دنبال آن دفتر پیگیری وزارت اطلاعات نیز با احضار 2 نفر
از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی ممنوعیت فراخوان تجمع خیابانی را به آنان اعلام نمود. بنابر این گزارش، پس از پایان این جلسه نماینده های کارگران با حضور در میان تجمع کنندگان گزارش کامل جلسه را با آنان در میان گذاشتند و کارگران با پایان دادن به تجمع خود ضمن تأکید بر تحقق خواستهایشان اعلام کردند، چنانچه وزارت کار پاسخ مناسبی برای تحقق خواستهایشان ندهد، اعتراضات خود را همچنان ادامه خواهند داد. بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران. ما بی آنکه بخواهیم دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران بازداشت شده را تایید یا رد کنیم، آزادی بیان را حق مسلم آنان می‌دانیم و خواهان آزادی بی‌قید و شرطشان هستیم. هنوز زمان درازی از بازداشت شمار زیادی از روزنامه‌نگاران در تهران نگذشته است که موج تازه‌ای از دستگیری روزنامه‌نگاران در ایلام شکل گرفت. بهانه هم مطابق معمول همان بهانه نخنمای پیشین است که از جمله چندی پیش در مورد مستندسازان سینما نیز به کار گرفته شد. ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای استکبار جهانی. صرف نظر از آنکه این اتهام صحت دارد یا نه، بی تردید آنچه این بهانه را به حربه سیاسی مناسبی برای سرکوب آزادی بیان و در این مورد بیان روزنامه‌نگاران تبدیل می‌کند، جنبه مرعوب کننده آن است. اساس این شیوه بر این منطق استوار است که اگر نمی‌خواهید به رابطه با استکبار جهانی متهم شوید، باید هر آنچه را که حاکمیت می‌گوید یا از تریبون‌های رسمی بیان می‌شود تایید کنید. چنین است که هر آن کس که گفتمان حاکمان را نپذیرد به مزدور دشمن و استکبار جهانی بدل می شود. چنان که پیداست در این منطق نباید هیچ جایی برای بیان انتقاد و مخالفت باقی بماند تا بتوان به آسانی هر منتقد و مخالفی را به بهانه ارتباط با دشمن بازداشت کرد. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران روز گذشته پس از چندین جلسه تعویق دادگاه سرانجام رأی خود را صادر کرد و محمد سیف‌زاده وکیل سرشناس حقوق بشری را به 6 سال حبس محکوم کرد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که به دلیل ابتلا به خونریزی کلیه به بیمارستان منتقل شده بود، علی‌رغم اینکه درمان وی کامل نشده بود، به زندان رجایی شهر سالون 12 بند 4 بازگردانده شد و صبح روز چهارشنبه 20 فوریه حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب را در زندان دریافت کرد. احکام 24 محکوم فساد بزرگ مالی اعلام شد. بنا به گزارش روزنامه اعتماد، محسنی اژه‌ای به احکام و مشخصات پرونده فساد مالی اشاره کرد و گفت حکم اعدام 4 متهم ردیف اول پرونده در دیوان عالی کشور تایید شده است. مهآفرید خسروی فرزند منصور، رئیس گروه آریا، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فلعرض شناخته شدن به اعدام محکوم شد. بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت، و ایرج شجاعی، معاون مالی شرکت آریا، به اتهام شرکت در پولشویی، تشدید کلاهبرداری و رشا به اعدام محکوم شدند. عبدالکلیم راهیجی، حکم اعدام برای متهمان فساد مالی حرکتی نمایشی است. عبدالکریم راهیجی در این باره به رادیو فردا میگوید اگر دادگستری جمهوری اسلامی بخواهد توجیه کند با محکوم کردن افراد به اعدام داریم با مفاسد اقتصادی در ایران مبارزه میکنیم و این باعث میشود جرایم اقتصادی در ایران کاهش یابد، با همان تجربه‌ای که در مورد جرایم اجتماعی و مواد مخدر و جرایم جنسی داشتند مواجه خواهند شد. به امید دیدار تا برنامه دیگر.